همسر آینده من تقریبا در 100 مایلی این بیابون زندانیه. اونجا یک جهنمه. ولی برای رضا مثل یک قلعه است. اون در یک بیابون به دنیا اومده. اون و افرادش تمام کوه‌ها و دره‌های این ناحیه رو می‌شناسن. اگه یک گردان بخواد این کارو بکنه یک ماه وقت می‌ره. اما چند نفر مرد جسور و حرفه‌ای تحت نظر تو با یک حمله سریع و برق‌آسا میتونن این کار رو بکنن. من به هر کدومتون 1000 دلار میدم. اگه اونو صحیح و سالم بیارین به هر کدومتون 9000 دلار دیگه میدم. ما احتیاج به یه متخصص داریم. در چه رشته‌ای؟ متخصص دینامیت. کسی که بتونه یه شمع منفجر کنه بدون اینکه کوچکترین آسیبی به شمعتون برسه. کی ممکنه باشه؟ این هوپر. بله آقای من. ترتیبی بده که این مرد فردا در ترن باشه به هر قیمتی که شده. اون کجاست؟ زیاد از اینجا دور نیست. فهمیدی چی گفت؟ تو زندانه. جاکوب شار در تناب و تیرکمانهای بلند تخصص داره. همه جای این ناحیه رو وجب به وجب میشناسه. دیدبان قابل اطمینانیه. رضا، کاپیتان عیسی رضا. عجب اسمی داره. خارترین آدم کش مکسیکو. اون هیچ وقت به مرز نمیرسه. هیچ کدومتون شما امید نجات نداری. هیچ وقت هم نداشتی. ما همه چیزو میدونستیم از وقتی که شما پاتون رو تو مکزیک، حتی قبل هم از بسکی گیرانس پرستاد دنبال شما. آقای اورتگا گفت، اون گفت زندگیشو به خاطر تو میده. ولی مردن به خاطر پول احمقانه است. مردن به خاطر یه زن احمقانه تره. مرد زنی باش، حتی ماریا. از گذرگاه کایوت که رد بشیم به یه قبرستون میرسیم. تو این قبرستون عوض جنازه این قهرمان شمش طلا دفن کردن. 2 میلیون طلای اسپانیایی، اونم به صورت شمشای بزرگ و خوشگل. با آغوش باز منتظر ماست. برای به دست آوردنش هم اجباری نداری با رضا بجنگی. میخوای بگی به این دلیل این کار رو قبول کردی؟ دلیل بهتری به فکر میرسه. قولمون، ما قول دادیم اون زن رو برگردونیم. قول من به گرانت یه پول سیام ارزش نداره. تو قولتو به من دادی. کسی منو ندزدیدی. عجب زمونه این شده. منو رضا با هم بزرگ شد. پیش از اون که آقای جورج گرانت اونجا رو بخره منو رضا عاشق و معشوق بود.